قره روم و بغداد قسمت 13. از ترور کسروی و تابلوی تیرباران شهیدان تا تراکتاتوس و فاخته حسین قوامی. آه از این زشتان که محرومی نمایند از نقاب، از درون سو کاهتاب و از برون سو ماهتاب. آه از این زشتان که محرومی نمایند از نقاب، از درون سو کاهتاب و از برون سو ماهتاب. چنگ دجال از درون و رنگ ابدال از برون، دام دزدان در زمین رو رمز شاهان در خطاب. خانم ها و آقایان محترم، دوستان دردمند و خردمند، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را در می نوردد و دم به دم حالی به حالی می شود، در هم و بر هم پیچیده، از هم پاشیده و همراه با استعاره است. مطالب پراکنده است و به هم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا اون خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس. به تدریج بخش‌های دیگر تدوین می‌شود. گرا دادن برای ترور احمد کسروی. وقتی رضا خان مجلس پنجم را وادار به پذیرش سلطنت کرد و روشنفکران ترقی‌خواه علیه اون موضع گرفتند، آیت الله خمینی لام تا کام حرف نزد. درست است که در این تاریخ وی 21 سال داشت، اما این سن کمی نیست. در دوره هفتم مجلس آشکارا تقلب شد. سال 1312 قرارداد اسارتبار نفت جنوب را تمدید کردند. باز هم ایشان واکنش نشان نداد. در آن دوران اتفاقات دیگری هم مثل واقعی خونین مسجد گوهرشاد در مشهد رخ داد و خیلی ها به اعتراض برخواسته تبعید و زندانی شدند. اما باز از آیت الله خمینی خبری نبود. 3 سال بعد از سقوط رضا شاه بود که ایشان با اعلامیه بخوانید و بکار بندید، ضمن گرا دادن برای ترور زنده‌یاد احمد کسروی، گوشه ای هم به رضا شاه زد. یک نفر مازندرانی بی سواد بر یک گروه چندین میلیونی چیره می شود و الی آخر. بگذریم از بی تفاوتی در برابر قیام 30 تیر 1331 و خونهای پاکی که بر زمین ریخت. همچنین هماوایی با کاشانی و مظفر بقایی و سکوت تأیید‌آمیز نسبت به کودتای استعماری علیه دکتر محمد مصدق. بخوانید و به کار بندید نامی سرگشاده به قلم آیت الله خمینی بود که 1 سال پس از انتشار کتاب شیعیگری نوشته احمد کسروی منتشر شد. در این نامه آیت الله خمینی احمد کسروی را یک تبریزی بی سر و پا دانست و نیز رضا شاه را یک نفر مازندرانی بی سواد دارای مغز خشک و بی شرف توصیف نمود و ظهور اشخاص این چنین را دستمایه‌ای برای
تحریض و تهییج علمای اسلام و ملت ایران در راه قیام و تشکیل حکومت دینی قرار داد. در این نامه سرگشاده یک جا با اشاره به کسروی نوشته شده: همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب روحی له الفدا اون همه خسارت ها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد. متن اعلامیه آیت الله خمینی یا نامه بخوانید و بکاربندید در مقاله پرونده احمد کسروی ننگ دادگستری ایران بود در سایت من در بخش غبارزدایی از آینه ها موجود است. گواسکاس، دلاوران عاشق. گواسکاس، دلاوران عاشق، یادگار انریک گرانادوس، آهنگساز شهیر اسپانیاس که در سال 1911 منتشر نمود و به یکی از محبوب ترین آثار وی بدل شد. این آهنگ شاد و حزین که با الهام از نقاشی‌های فرانسیسکو گویا ساخته شده 6 قطعه است. اپرای ماریا دل کارمن، پوئم سمفونیک کمدی الهی، آوازهای اسپانیایی و رقصهای اسپانیایی از دیگر آثار گرانادوس است. از نگاه من مرگ انریک گرانادوس زیباترین آهنگ اوست. در آخرین سفرش وقتی کشتی حامل او و دیگران از کانال انگلیس می‌گذشت، کشتی با حمله زیردریایی آلمانی مواجه شد و گرانادوس برای نجات همسرش به دریا پرید، اما آب هر دو را گرفت و با خود برد و برد. لشکر برف در هوا به پرواز در آمده است، دارد برف می بارد و با ریزشش سکوت همه جا را فرا گرفته است. بر لحاف فلک افتاده شکافت، بر لحاف فلک افتاده شکاف و گویی زمین در دهان برف لقمه بیش نیست. برف همنشین زمین و غمگسار درختان است، شور و شادی می آورد و برایش اهمیتی ندارد که رنجش به حساب بهار گذاشته شود. لشکر برف در هوا به پرواز در آمده و هیچ چیز و هیچ کس جلودارش نیست. همه جا را بدون ذره تبعیض سپید کرده و به درختان تنها و سرد شور و گرما بخشیده است. مهماندارش زمین
گرچه بارش سنگین شده اما حسابی شنگول است. چرا؟ چون که دمای خاک، رطوبت اون، ترکیبش میایی و تبادلات گازی و راز بقای همه میهمانان زمین که گیاهان و جانداران بخش ناچیزی از آنند به بارش برف و خواص اون بستگی دارد. برف میبارد و آسمان دست بردار نیست. وای به حال زمین و ساکنانش وقتی هوا خیلی سرد باشد و برف نبارد. در این گونه مواقع اگر ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی به برف امکان ندهد که به داد زمین برسد و با اون راه بیاید، گیاهان ریشه‌کن می‌شوند و همه چیز از سرما می‌ماسد و یخ می‌زند. بدون لایه پوششی برف بر روی زمین، ژرفای انجماد خاک در زمستان بیشتر از اون می‌شود که تابستان بتواند این خاک را گرم و یخ اون را آب کند. برف با خودش کلی هوا می‌آورد و هادی ضعیفی برای گرما شناخته می‌شود. به همین علت پوششی از برف می‌تواند سبزی‌های در حال خواب مزارع را محافظت کند و در مقابل سرمای بیش از حد جانب درختان را بگیرد که خشک نشوند. برف ذخیره مهم آب برای خاک و پوشش گیاهی و ضمناً عایقی در برابر یخبندان است. برف با به هم زدن فعل و انفعالات زمین اون را سرزنده و بروز می کند تا بهار خجسته از راه برسد. اگر از خاک سرد و تیره سوسن و بنفشه می دمد و در دشت و دمن یاس و یاسمن سرک می کشد، به برف هم مربوط است. زمین و هرچه در آن است سمفونی مساوات می نوازد وقتی که برف می بارد. برف با زیبایی و شکوه خود مرا به دوران کودکی می برد و به یاد میهن برنا و بغم زدن می اندازد که گرچه هزار بلا بر سر و رویش می بارد اما هنوز و تا همیشه زنده و سرپاس. در مورد برف من مقاله و ویدئویی دارم با عنوان کلام بی صدای برف در سایت خودم www.همنشینبهار.net موجود است. تابلوی سوم ماه مه 1808. در تابلوی فرانسیسکو گویا که به سوم ماه مه 1808 نیز شهره است و تیرباران شهروندان مادریدی را توسط سربازان امپراتوری فرانسه در خلال سالهای اشغال اسپانیا به تصویر کشیده، میبینیم که آسمان بر فراز کلیسا تیره و تار است و این به اندازه کافی گویا هست. انگاری کلیسا بر ستمی که میگذرد گرچه ناظر است اما راضی است، ساکت است. شکل قرار گرفتن دست‌های مردی که با پیراهن سفید و شلوار زرد رنگ در میان محکومین قرار گرفته و تا چند لحظه دیگر به خاک و خون می‌غلتد پر از حرف است. او با دستهایش که به شکل عدد 7 حرف انگلیسی V
بالا گرفته ندای پیروزی، ویکتوری، ویوا سر می دهد. نفر قبلی که با گلوله کشته شده هم با همون ترکیب روی زمین افتاده است. دستهایش به شکل حرف وی عدد 7 از هم باز شده است و این را فرانسیسکو گویا آگاهانه کشیده است. در میان محکومین یک راهب با سری تراشیده دیده می شود که دستانش را برای دعا کردن در هم گره زده، اما به جای اینکه دستهایش به سمت آسمان نشانه رود زمین را می بیند. نگاه سنگین وی به زمین و نحوه قرار گرفتن دستهای او، دستان در هم گره خوردهش بیشتر متوجه ردیف سربازان برای بخشش است تا خدای حی و لایزال. در پشت راهب مشتی گره کرده دیده می شود که در میانه راه برای بالا رفتن قرار دارد. نگاه مرد صاحب مش خالی از هر گونه حس امید است و این گونه به نظر می آید که وی بالا بردن مشتش را به نشانه اندک مقاومت در مقابل تصمیم این جلادان کاری عبث و بیهوده می داند. و در نهایت مردی که دستانش را طوری قرار داده تا حائل صورتش و گلوله ها شود و این به خوبی مرگ و ترس را نشان می دهد. در مورد این اثر شورانگیز همچنین دو تابلوی دختری با گوشواره مروارید اثر یوهانس فرمیر و تابلوی فریاد جیغ از ادوارد مونک با هنرمند ارجمند خانم مرجان براتی گفتگو کردم که در سایت خودم در بخش گفتگو موجود است. پاندورا و جعبش. در اسطوره های یونان پاندورا نخستین زن روی زمین فرض شده است. او به دستور زئوس از آب و گل ساخته شد تا پرومته را که با انسان دوستی می کرد و آتش را از آسمان به زمین آورد مجازات کند. خدایان به پاندورا نعمتهای فراوانی بخشیدند. آفرودیته به او زیبایی بخشید. آپولو موسیقی و هرمس دلربایی و دروغ. هر خدای دیگری نیز به همین ترتیب چیزی به پاندورا داد. اون زن زیبا جعبه ای را که گفته شده بود هیچ وقت باز نکند گشود و مصیبت‌ها بر روی زمین باریدن گرفت. تنها یک چیز در جعبه باقی ماند و آن امید بود. امید در جعبه باقی ماند تا تسلای بشر باشد. حسین قوامی، فاخته موسیقی ایرانی. یکی از نخستین خوانندگان دوره جدید موسیقی سنتی ایران زنده‌یاد حسین قوامی فاخته است. ایشان مجموعاً 29 سال از سال 1325 تا سال 1354 در رادیو مشغول به کار بود و تا اونجا که من می دانم در برنامه گلهای جاویدان، گلهای تازه و برگ سبز با هنرمندان زیر برنامه اجرا کرد. همایون خرم، جهانگیر ملک،
مجید و حسین نجاحی، امیر ناصر افتتاح، جواد معروفی، منوچهر جهان بگلو، علی تجویدی، جلیل شهناز، احمد عبادی، مرتضی محجوبی، حبیب الله بدیعی، سید جواد ذبیحی، رضا ورزیده، پرویز یاحقی، حسن کسایی، لطف الله مجد، مهدی خالدی و فریدون حافظی. حسین قوامی بیش از 200 برنامه آوازی دارد که در میان آنها 20 ترانه سنتی هم به چشم می‌خورد که معروف‌ترین آنها شب جدایی با موسیقی مجید وفادار، خزان عشق با موسیقی جواد بدیع‌زاده و سرگشته با موسیقی همایون خرم عنوان گرفتند. در این میان سرگشته یا اونگونه که در زبان مردم جاری است، تو ای پری کجایی، یکی از والاترین ترانه های سنتی پیش از انقلاب را پدید آورد. موسیقی شناس ارجمند دکتر محمود خوشنام گفتند قوامی شیوه آوازخوانی ویژه خود را داشت. جوشنده ترین غلط ها و مخملی ترین تحریر ها از آن صدای او بود، صدایی که گویی از زلال چشمه ای برمیخواست و او به حق فاخته موسیقی ایرانی بود. حسین قوامی فاخته، 17 اردیبهشت 1288 چشم به جهان گشود و 17 اسفند 1368 به یادگارها پیوست. تراکتاتوس، رساله منطقی فلسفی. رساله منطقی فلسفی که بیشتر به اختصار تراکتاتوس خوانده می شود، نام تنها کتابی است از فیلسوف اتریشی ویتگنشتاین که در زمان حیات وی به چاپ رسید. او این کتاب را در دوران سربازی و اسارت در جنگ جهانی اول نوشت. رساله منطقی فلسفی امروزه به عنوان یکی از مؤثرترین کتاب‌های فلسفی قرن بیستم شناخته می‌شود. این کتاب شامل پیشگفتار، فهرست نمادهای رساله منطقی فلسفی، درآمدی برای این کتاب نوشته برتراند راسل، پیشگفتار نویسنده و متن رساله منطقی فلسفی است. متن این رساله شامل 7 گزاره است که هر یک زیربخش هایی دارد. ویتگنشتاین در این کتاب به شرط هایی پرداخته که به وسیله یک زبان منطقی برآورده شوند. برتراند راسل نوشته شدن این کتاب را به این دلیل که ویتگنشتاین در آن به قاعده های دستور زبان فلسفی پرداخته با اهمیت دانسته است. در سلسله مباحث تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک، قسمت 69، تاریخ شناخت و تفسیر گذشته در پرتو حال است. همچنین در مقاله حلقه وین و پوزیتیویسم منطقی به این رساله ویتگنشتاین، رساله منطقی فلسفی پرداختم. خود او گفته بود اگر این رساله چنان که باید و شاید درک شود، باید به دورش افکند. مانند کسی که برای رسیدن به بام از نردبان بالا می رود و چون به بام رسید دیگر دلبستگی و نیازی به نردبان نخواهد داشت.
ساقی بیار آبی از چشمه خرابات. ما به دیدار خیشتن نمی رویم، از خودمون می گریزیم و خودمون رو از خودمون می پوشانیم. چرا؟ چون توان روبرو شدن با خود را نداریم، به عجب روشن فکری دوچاریم و عالم و آدم را زیر سوال می بریم. خیال می کنیم طاووسیم، اما بیش از اون که زیبا باشیم زشتیم. البته این را نمی پذیریم و وای اگر کسی به ما بگوید بالای چشممان ابروس. ما به دیدار خیشتن نمی رویم و از خودمون می گریزیم. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. Thank you.